تبریک به شما بگم. من اول یه تبریک بله در خدمتم در خدمتم. توی بخش برنامه بخش زنده برنامه قبل با شما بله از مادر شهیدی گفتی که الان شاید صدای شما رو بشنوه، مادر بله. شهید فرخی، حسین فرخی. بله بله فرخی عزیزم، روانش شاد. بله اون خاطره و اون چیزی که شما تعریف کردی از این شهید والا مقام باعث شد 10 سال بود اینها میخواستن یک خیابانی، چیزی، معبری به نام این شهید والا مقام بشه. این مرحوم، به هر حال مرحوم حسین فرخی، که از دید ما هر کسی که در این جرگه و در این میدان به هر حال بوده و جنگیده، چه اگر مثل جام توانگریان، جام فرخی رحمت خدا بره، قطعاً چون که دیگه تمام جونش و سلامتیش رو تو این راه گذاشته، چون در سن 60 سالگی به رحمت خدا رفتن. شما باعث شدید که یک خیابان در گلپایگان به نام ایشون بشه. این پخش زنده ما با شما رو من باعث نشدم، روان پاک خودش باعث شد. حالا این پخش زنده میره توی برنامه کانال گلپایگان و بیش از 7000 نفر توی یک شهر کوچیک اینو میبینن. توی شهر کوچیک، میدونید چه رقمیه دیگه، که از جمله شهردار اون شهرم توی همین کانال بودن و میگن این کیه و میرن دیدن مادر این شهید و بعد دیگه به هر حال و میرن و خدا رو شکر میکنیم که حالا قراره که یک خیابان به نام این شهید والا مقام بشه، که البته اگر کل شهر گلپایگان هم به نام ایشون بشه شاید کم باشه، ولی خب میخواستم اینو به شما بگم به خاطر این کاری که کردید. درود به شما جناب روستایی عزیزم. خواهش میکنم. You have it. اولا سلام عرض میکنم خدمت شما با این اجرای بسیار خوبه، خدمت جناب ابوطالبی و جناب مازندرانی و بقیه آقایونی که جامعه ایدریان، زحمت زیاد، جناب جاویدنیا، جناب شاحسینی، جناب جاویدنیا و متاسفانه هم حضور ذهن ندارم و همین که نمیشه همه اسامی رو برد، ولی واقعا دوستان دارن زحمت میکشن و بسیار به اصطلاح بیننده جلب کردید و من فکر میکنم که یکی از بهترین برنامه هایی که الان تو فضای مجازی داره انجام میشه. خدا رو شکر. بله خدمت همه آقایون، رفیقام، همه عزیزانم سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که الان در حضورشون، در خدمتشون هستم و من نمیبینمشون ولی اونا دارن منو میبینن. خدمت همه عزیزانم، مخصوصا جوانای خوب مملکتمون، جوانای ایرانی سلام عرض میکنم و امیدوارم که همیشه سالم و موفق و طبق روال چند هزار ساله فعال و ایران ساز باشن انشالله. بعد من عرایزم و خدمت عزیزان در اول به این صورت شروع کنم که به خاطر وجود جنگ و به خاطر اینی که ما تو جنگ شرکت کردیم، مقدار زیادی جا تو دل هموطنا و جوونا پیدا کردیم و خودمون هم اینو میدونیم و به خاطر همین مسئله هم از همه هموطنانمون مخصوصا جوونا متشکر و سپاسگزاریم. اما ماها که تو جنگ شرکت کردیم نسل اول خلبانای ایران نبودیم. همه میدونن که ما شاید نسل 4، 5 و حتی 6 خلبانای شکاری ایران بودیم و ما از ابتدا به ساکن و به قول معروف خیلی ساده و شهری از شکم مادرمون که خلبان بیرون نیومدیم. ما استادایی داشتیم که ما رو پرورش دادن، آموزش دادن و وظیفه ما هست که قدردانی کنیم و به اصطلاح سپاسگزارشون باشیم.
شرمندم که حضور ذهن ندارم و وقت نیست که بخوام اسم همه عزیزانی رو که به نوعی من و بقیه همرزمام و رفیقام بهشون مدیون هستیم بخوام اسم آقایون رو ببرم، ولی کسانی مثل جناب قیدیان، روانشاد شهلایی، جناب عزت‌ستا، جناب فرغانی، جناب پورسبا، روانشاد داریوش ندیمی، جناب پورگان، جناب پوررضایی، استاد و فرمانده خوبم جناب فرهاور، جناب سعید فریدینی، جناب شریفزاده و استاد خیلی عزیزم جناب علی پرتویی و استاد مسلم همه خلبانای ایران تیمسار مینو سپهر که هم در افشارده و هم در افور استاد همه خلبانا بودن. خدمت همه اینا سلام و درود بفرستم و درودی هم تقدیم کنم خدمت روانشاد تیمسار جهانبانی. اینا واقعا زحمت کشیدن و ما رو به اینجا رسوندن. اگر ما کاری کردیم و موفقیتی به دست اومد، نتیجه زحمات و آموزش این عزیزان بود. یه موضوع دیگه هم اجازه میخوام یه سلامم تقدیم کنم به روان با جناق خودم تیمسار سید جواد نوری کرمانشاهی، ماشاءالله فرمانده گردان تانک چیستن بود، بله ماشاءالله، در حمله فتومروبین در دشت عباس، ماشاءالله با تعداد خیلی کمی تانک، شاید چند تا دونه تانک جلوی یه لشکر کامل زرهی عراق رو گرفتن و زمینگیرشون کردن و مجبورشون کردن که از پیشروی وا بمونن تا اینکه نیروهای ایرانی برسن به منطقه و منطقه رو تسخیر کنن. و درود میفرستم به روان جناب جواد نوری کرمانشاهی که واقعا مدیونش بودم این سلام رو. حالا موضوعی که برای امشب انتخاب کردم روشمندی در پروازه. اصولا توی پرواز همه خلبانا فرق نمی کنه، خوشپرفازترین خلبان و باسوادترین خلبان، اگر سیستماتیک و روشمند کارا رو تو کابین انجام نده، بالاخره یه جایی کم میاره، یه جایی فراموش میکنه یه چیزی رو، یه جایی مجبور میشه از مقررات و قوانین رد بشه و همین باعث میشه که دچار مشکل و احیانا سانحه بشه. این خاطره ای که میخوام خدمت عزیزان امشب تعریف کنم همین مسئله رو به اصطلاح روشمندی کار رو جوری به من نشون داد که تا عمر دارم یادم نمیره. این خاطره برمیگرده به سال 63، مهر ماه سال 63، من و همپرواز عزیزم جناب حسین سیاری، هر جا هست خدا حفظش کنه، نمیدونم الان کجا هستن، هر جا هستن خدا حفظش میکنه، بله، من و جناب حسین سیاری آماده 15 دقیقه بعد از ظهر بودیم. شاید خیلی از عزیزان این به اصطلاح اصطلاحات ما رو دقیقا متوجه نشن، آماده 15 دقیقه، آماده 30 دقیقه، به این صورت هست که هر پایگاهی یه هواپیما و یه کروی پروازی آماده به اصطلاح در کنار هواپیما لباس کامل پوشیده آماده هستن و هر موقع که هر کنم از ایستگاه‌های رادار تقاضای پشتیبانی بکنم ظرف 15 دقیقه بعد از زمین بلند شه. 30 دقیقه هم که تو در کنار اون، بله، در کنار اون یه آماده 30 دقیقه داریم و یه آماده 1 ساعته داریم. آماده 30 دقیقه هم توی گردان نشستن و به مجردی که آماده 15 دقیقه پرواز کرد، آماده 30 دقیقه میاد جاشو میگیره و آماده 1 ساعته که توی خونه با لباس داره استراحت میکنه، بله، میاد جای همدیگر رو پر میکنن و این پرواز انجام میشه. این یه مسئله. و یه مسئله کلمه اسکرمبل هست. کلمه اسکرمبل ممکنه خیلی ها متوجه نشن، خود معنی کلمه اسکرمبل به معنای اوضاع شلوغ پلوغ و درهم هست و به قول معروف وقتی اوضاع خراب میشه، شیر تو شیر میشه، بهش میگن اسکرمبل هست. الان
این سلیقه رو بسیار مناسب و به جای بسیار درست انتخاب کردن برای به اصطلاح آماده باشه خلبانه شکاری که هر موقع ایستگاه‌های رادار تقاضا کنن بتونن از زمین بلند شن. آلرتم یعنی آماده. آلرتم یعنی آماده، دقیقا. اون روز منو جناب حسین آقای سیاری آماده 15 دقیقه بعد از ظهر بودیم. حسین خیلی بچه خوب و شیرین سخن و خوش تعریفیه و من واقعا همیشه لذت می بردم از اصطلاح آماده بودن با حسین و با هم گپ می زدیم. بله گپ می زدیم، تعریف می کردیم. خودم هم که طفل زبون بسته هستم و اصلا بلد نیستم حرف بزنم و اینه که آدم پرحرفی هستم من. در صورت مشغول حرف زدن و گپ زدن بودیم که یه دفعه صدای زنگ اسکرمبل هر دوتامون رو از جا پروند. یه روز بسیار شجیع و گرم بود، فکر میکنم اوائل مهر ماه بود، حالا پنجم ششم هفتم مهر دقیقا یادم نیست، سال 63. دوتامون از جا پریدیم. خب هواپیما رو قبلا آماده کرده بودیم و دویدیم پای هواپیما، کروی فنی هم اومدن و رفتیم هواپیما رو روشن کردیم و به نظرم میاد که در حدود 5 دقیقه تونستیم از زمین بلند شیم. بسیار خوب بود، کارمون خیلی خوب بود و من خیلی تو دلم احساس بسیار غروری میکردم که تونستم کارم رو به نحو احسن و به موقع انجام بدم. از زمین که بلند شدیم، اولین تلنگر روشمندی کار اینجا به سراغم اومد و اون این بود که قبلا تو بولتن‌های اطلاعاتی و به اصطلاح اطلاعاتی که از به اصطلاح جاهای محرمانه برای ما خلبانان می اومد و بهمون اطلاع میدادن، یکیش این بود که کشورهای عربی اطراف خلیج مثل کویت و عربستان سعودی و بحرین و بقیهشون و مخصوصا کشتیایی که توی خلیج هستن، کشتیای جنگی یا نفتکش یا باربری، اینا خب رادار دارن همه دیگه. بلند شدن هواپیمای ما رو رادارشون که گرفتن، بلا فاصله یک جوری به یه وسیله با یه سیستمی اینو در اختیار عراقی‌ها میذارن و این خود ما هم ثابت شده بود که بیشتر وقتا ما از زمین که بلند میشدیم یه جوری حس میکردیم عراقی‌ها منتظرمون بودن یا آمادگی داشتن برای اینکه به اصطلاح ما وارد منطقه بشیم. یعنی همون ناوهای هواپیمابری که تو خلیج فارس بودن؟ بله همه جور، حتی کشتی های معمولی نفتی و اینا هم، اونا هم رادار دارن دیگه، همه کشتی ها رادار دارن. وقتی میدیدن که هواپیمایی از بوشهر بلند شد، خب حالا چجوری خبر میدادن اینا که ما نمیدونیم، ولی مطمئنا یه جوری خبر میدادن. اگر نبود همچین چیزی اطلاعاتش برای ما نمیومد که به ما افطار بدن. اینو ما از زمین که بلند شدیم، حدود مثلا کفها رو که جمع کردم، کفها و فلاپ رو که جمع کردم، به خودم گفتم که بهتره بالاتر نرم. حالا ما اینجا درست کنار دریا هستیم، هوا شرجیه امروز و برای به اصطلاح گرفتن رادار بسیار مناسبه و من تو همین ارتفاعی مثلا 100 پا 200 پا لول کنم ببینم چی میشه. همون ارتفاع رو نگه داشتیم و به رادار بوشهر گفتیم که ما از این ارتفاع بالاتر نمیریم حتی امکان، و به پدافند جزیره، منظور جزیره خارک هست، به پدافند جزیره اطلاع بدیم که ما با ارتفاع پایین از بغل جزیره رد میشیم. ما داره بوشهر اول برای یه لحظه تعجب کرد که چرا ما داریم این کار رو میکنیم و نمیریم اون ارتفاع به اصطلاح مشخص هر روزیمون، و بعدم گفته بسیار خوب، من به رادار اطلاع میدم، هم به پدافند موشکی و هم به پدافند زمین به هواشون اطلاع میدم که شما با ارتفاع کم رد میشید. همین مسئله باعث شد که یعنی در ظرف 5-6-7 دقیقه آیندهش باعث شد که کل به اصطلاح سناریوی منطقه به نفع من بچرخه، به نفع ما بچرخه. و اون به این صورت بود که وقتی که رادار بوشهر 3 تا هدف رو به ما داد، فاصله 80 مایلی که اینا دارن به طرف خارک میان و هدفشون به احتمال خیلی زیاد یا اسکله ها هست، مخصوصا اسکله آذرپاد، و یا اینکه کشتی هایی که در اطراف اسکله آذرپاد لنگر انداختن هدفشون اینا هست، هیچ کدوم از اینا
حرکت غیر عادی که حاکی از این باشه که مثلا متوجه حضور ما شدن یا یه جوری جایی بهشون خبر داده که ما تو منطقه از این بلند شدیم، ما حرکتی ندیدیم. و فهمیدم که اولین، نه این که بخوام بگم من خیلی هوش فوق‌العاده‌ای به کار بردم در این مسئله، این یه مسئله منطقی معمولی بود که من باید قبلا به این فکر می‌افتادم، ولی اون روز این فکر رو کردم. در صورت ما ادامه داریم و شاید یکی دو ثانیه بعدش حسین آقا با اون تیزی و زبلی که داره هر سه تا هدف رو روی رادار گرفت و اونا سمتی مثلا حدود شرق یا جنوب شرق داشتن می اومدن و ما سمتی به طرف غرب یا شمال غرب داشتیم و درست روبروی هم دیگه بودیم. من هر لحظه انتظار داشتم که، چون بارها اتفاق افتاده بود، هر لحظه انتظار داشتم که اونا یه جوری یا خودشون متوجه ما بشن یا از جایی بهشون وارنینگ اخطار بدم. ولی تعجب کردیم، فاصله شد 60 مایل، شد 50 مایل، 40 مایل، 30 مایل و نه، مستقیم دارن میان به طرف ما. من کاملا خودم آماده کردم، به حسینم گفتم، هماهنگ شدیم و تنیکسون انتخاب کردم، مستر آرم و آرم کردم و گفتیم که حسین آقا 20 مایل که کمتر شد بزن دیگه کارمون همینه، برای همین اومدیم اینجا. و موشک رو زدیم و از حرکت خود موشکم باز متوجه شدم که اونا هیچ گونه پیش اختاری نگرفتن. چون وقتی که موشک از زیر هواپیما میاد بیرون، خودش رو نسبت به هدف تسلیم میکنه و یه جورایی بالا میره، پایین میره، چپ میره، راست میره، اگرچه خیلی کم و ناچیز، ولی از تسلیم کردن موشک نسبت به هدف خلبان میفهمه که اون هواپیمای روبرو، اون هدفش داره یه حرکاتی رو انجام میده، گردشایی رو انجام میده که موشک داره خودش رو تسلیم میکنه، ولی موشک ها مستقیم به طرف هدف هست. دیگه نمیدونم دقیقا چند مایلی بودیم، شاید حدود 5-6 مایلی بودیم که من برای یه لحظه، شما که اطلاع دارین، آقایونی که ندیدم داخل کابین افشار دارو، ما یه به اصطلاح چارگوش سبزنگی هست در شیشه عکسش در شیشه جلو میفته و بهش میگیم دایموند. این بستگی به اون سویچی که خلبان توی کابین انتخاب میکنه، موقعیت در مود ایر تو ایر، موقعیت جای واقعی هدف رو نشون میده. من میدیدم که دایموند من داره این ور اونور میشه، متوجه بودم، میفهمیدم که هدفم کجای اون صفحه جلوی من هست. توی هات میدیدیم دیگه، توی هداف دیسپلی هات میدیدم. بله توی هات. و درست لحظه ای که من سه تا نقطه خیلی ریز سیاه رنگ رو دیدم و تقریبا میتونم بگم که باهاشون چشمی شدم و دیدمشون، موشک منفجر شد. خب ما سرعتمون زیاد بود، شاید 2 ثانیه، 3 ثانیه، 4 ثانیه بعدش رسیدیم به اون محل انفجار. با همون سرعتی که داشتیم میرفتیم رسیدیم به اون محل انفجار و خیلی صحنه، نمیتونم بگم قشنگ، چون جنگ هیچیش قشنگ نیست، ولی صحنه بسیار جالبی بود. یه کوپه دود سفید رنگ یه جایی از آسمون درست چسبیده به اون، یه کوپه دود سیاه رنگ که دود سفید انفجار موشک من بود، دود سیاه رنگ انفجار هواپیما بود. و بعد لابلای این دودات تیکه های هواپیما داشت می اومد به سمت من. البته اون تیکه ها به سمت من نمی اومدن، پخش می شدن به اطراف، ولی چون من سرعت داشتم به طرف اونا، فکر می کردم که داره میاد به طرف من. شروع کردیم به موش و گربه بازی در آوردن لای این تیکه های هواپیما و رد شدیم از اون منطقه انفجار، رد شدیم، 2-3 تا تکون هم خوردیم که اون توربولانس حاصل از انفجار بود و رد شدیم. و همون لحظه من یک دونه هواپیمای میراج رو ارتفاع خیلی پایین تر از خودم و خیلی به راستم دیدم که داره به اصطلاح چپ و راست میچرخه و به سمت داره سمتی رو حدود غرب رو میگیره میره. خواستم برم دنبالش، حتی موشک حرارتی رو انتخاب کردم، ولی
فاصله ای که داشتیم با هم، سرعتی که اون داشت و من داشتم، متوجه شدم که تا هر جای خلیج فارس من برم بهش نمیرسم، چون سرعتش اگر از من بیشتر نباشه کمتر از منم نیست، در نتیجه امکان نداشت من بهش برسم. ولی یه دونه هواپیما دیدم، دوتا ندیدم. دور زدیم برگشتیم و گشتیم ببینیم این منطقه‌ای که هواپیما منفجر شده و احتمالاً افتاده توی آب چه حالتی رو چجوریه کجاست. یعنی خلیج فارس کاملاً آبی، یه دست خیلی خوشرنگ، یه جایی وسط این آبی خوشرنگ شده بود سبز کدر بدرنگ، سبز خاصی شده بود و معلوم بود که هواپیما اونجا افتاده، یا مهماتش یا هرچی که بود اونجا افتاده بود و جلولای ته آب رو احتمالاً آورده بود بالا. و وسط اون من یه دونه قایق نارنج رنگ دوری زدم و برگشتم. بله دوری زدم و برگشتم و به حسین گفتم که حسین قایقه رو میبینی؟ حسین هم گفت آره منم قایقه رو میبینم و شروع کردیم چرخیدن روی قایق. یه دفعه حسین داد زد آها من خلبانه رو میبینم و داره دست شده کن میره. ارتفاع ما یه چیزی حدود 150 پا بود و دور قایقه داشتیم میچرخیدیم. همین موقع رادار بوشهر گفت که هواپیمای آلرت 15 دقیقه F4 رو F4 رو از بوشهر بلند کردیم، هم برای محافظت از شما و هم برای محافظت از منطقه. خلبانش هم هنوز یادمه، رفیق و همدوره بسیار عزیزم جناب علی خرازیان بود، خودش بخیر. بله ایشون هم بچه شیرازه و اینجا گاهی با هم تماس داریم و گاهی با هم گپ میزنیم و صحبت میکنیم. آره ایشون در حال تیک آف بود و گفت که من تا چند دقیقه توی منطقه هستم و هم از شما محافظت میکنیم و هم از کل منطقه. در اینجا من یه دونه بسیار از این دنجای ماهیگیری دیدم که داشت با سرعت به طرف اون محل خلبانه میرم. حالا من نمیدونم که آیا واقعا این خلبانه رو میدید از اون فاصله یا نه، منتها من چون از بالا هر دوتاشون رو داشتم میدیدم، من تصور میکنم به نظر من میاد که داشت میرم به سمت خلبانه. خودم ما قبلا به اون اطلاعات داده بودم از طرف حفاظت و نهادهای دیگه که بعضی از عوامل ستون پنجم عراق در این موارد کمک میکنن به عراقی ها. حالا یا خلبان عراقی رو نجات میدن، مثلا پول میگیرن از عراقی ها بالاخره همچین چیزی، یا خلبان ایرانی رو مثلا بلای سرش میارن. به هر صورت ما نسبت به این موضوع مشکوک بودیم. این بود که من شیجه کردم بین نینج و بین قایق و دو سه تا رگبار به اصطلاح توپ هواپیما زدم و این باعث شد که قایقه سر و کش کنه و برگرده. به خلاصه خیالمون راحت شد که نمیره سراغ خلبانی. خلاصه جناب خرازیان هم رسید توی منطقه و اومد توی بال ما، یه مشتی هم با هم گفت داریم و صحبت کردیم و دیگه به ما گفت که شما میتونید برگردید دیگه، من منطقه رو دارم، شما برگردید برای نشستن. ما خدافظی کردیم و راه افتادیم به طرف بوشهر. یه مقداری که اومدیم دیدیم که متوجه شدیم توی رادیو هلیکوپتر نیرو دریایی داره با رادار بوشهر صحبت میکنه. ما صداشون رو میشنیدیم و متوجه شدیم که هلیکوپتر آماده 15 دقیقهشون به اشکال برخورد کرده و قرار شده که هلیکوپتر 30 دقیقهشون رو پرواز بدن. در این حین بین دیگه ما رسیدیم پایگاه و نشستیم زمین و اومدیم رفتیم توی شلتر، هواپیما رو خاموش کردیم و اومدیم توی آلرت. توی آلرت ما یه دستگاه رادیو هم داشتیم و به اصطلاح فرکانس ها رو میبستیم و به اصطلاح صحبت ها گوش میدادیم. شنیدیم که این هلیکوپتر 30 دقیقه هم از زمین بلند شده ولی یه چیزی حدود مثلا 45 دقیقه یک ساعت باید پرواز کنه تا برسه به اون منطقه، چون حدود 60-70 مایلی خارک بود و خیلی فاصله طولانی بود. ما دیگه کارمون تمام شد و بچه های آلرت شب 15 دقیقه شب اومدن از ما تحویل گرفتن و ما رفتیم خونه. رفتیم خونه و بعدا صبحش دو مرتبه من چون ثابت بودم توی بوشهر تمام آلرت های 15 دقیقه رو من بای خودم بای میستادم چون ثابت بودم اونجا. بعدا صبحش دو مرتبه آلرت 15 دقیقه صبح بودم، به مجردی که رسیدم توی آلرت
ساعت حدود مثلا 5 نیم صبح رادیو رو که روشن کردم متوجه شدم که هلیکوپتر نیرو دریایی زودتر پرواز کرده و الان توی منطقه است و داره دنبال قایق می‌گرده. با مختصاتی که جناب خرازیان داده بود برای اون قایق و مختصاتی که ما داده بودیم برای اون منطقه، این روی اون مختصات رفته بود که قایق رو پیدا کنه و بالاخره قایق رو پیدا کرد. توی رادیو گفت من قایق رو پیدا کردم ولی این منطقه پر از کوسه است و من جرئت نمی‌کنم قواسم رو بترسم پایین. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که قلاب هلیکوپتر رو آویزون میکنم به اصطلاح قایق و اینو تا ساحل میکشم، میارمش تا ساحل که اگه مدارک چیزی همراهش هست توی قایق هست یا تو اون جعبه نجات هست مدارک به دست بیاد. خب طبیعی بود باید این کارو میکرد دیگه. نیم ساعت 40 دقیقه بعدش هم اطلاع دادن که آره هلیکوپتر نزدیک ساحله و میتونیم به اصطلاح از قایقای تعدادی از نفرات رفتن برای به اصطلاح تحویل گرفتن این مدارک احتمالی که ممکن بود توی قایق باشه. وقتی میرسن اونجا یه صحنه خیلی ناراحت کننده میبینن. درسته دشمن ما بودن ولی متوجه میشن که خلبانه در اثر انفجار و زخمای شدیدی که داشته کشته شده و هنوز به قایق وصله، منتها زیر آب بوده و خلبانه هلیکوپتر نمیدیدتش. این بود که هلیکوپتر رو کشیده بود تا ساحل و بالاخره اینجوری به دست اومد و گرفتن. حالا منظورم از تمام این صحبت ها اینه که 3-4 روز بعدش یه جشن کوچولو تو عملیات گرفتن. از اصفهانم یادش بخیر جناب افغان طلویی زحمت کشیدن و بلند شدن با گنازا اومدن بوشهر و نفری 5 تا سکه بهار آزادی به من و حسین جایزه دادن و در اون جشنی هم که در عملیات گرفتن اون قایق هم به من جایزه دادن، گفتن که این قایق هم دیگه به درد ما نمیخوره برای تو، که این قایق هم الان حدود 30-40 ساله چند تا شهر با من گشته، منتقل شده، بازنشست شده، تصفیه کرده و الان تو انباری پایین داره خاک میخوره. حالا ببینیم سرنوشتش بعدن چه خواهد شد. ببینیم ماهیگیری باش. منظورم اینه که روشمندی کار اگه همه کارها به صورت سیستماتیک و پشت هم و روشمند انجام بشه معمولا مشکلی پیش نمیاد و همه کارا و چیزی که آدم فراموش نمی کنه یادش نمیره. درسته چکلیست داریم ما توی کابین و از چکلیست اون استفاده می کنیم، ولی توصیه من به تمام خلبانای جوان اینه که هر کاری رو سر زمان خودش و سر موقع خودش انجام بدن. برای خود من حداقل 2 دفعه یادم اتفاق افتاد که مستر آرمو یادم رفته بود آرم کنم و درست در لحظه‌ای که واقعا ممکن بود فاجعه پیش بیاد یادم افتاد و مستر آرمو آرم کردم. یعنی طبق چکلیست اون روز طبق چکلیست عمل نکردیم. بله اگر عمل کرده بودیم هیچ وقت همچی اتفاقی نمی افتاد. اینه که من به تمام خلبانای جوان واقعا پیشنهاد میکنم که واقعا از اون چکلیست عمل کنن و روشمند توی کابین زندگی کنن، چون کلمه زندگی کردن توی کابین برای ما کاملا جور در میاد. ما حداقل نصف از عمر مفیدمون رو توی کابین میگذرونیم، یعنی داریم اونجا زندگی میکنیم. اینه که حتی اگر فکر میکنن همه چی بلدن، اگر هر روز دارن انجام میدن، چون پیش میاد برای خود که دیگه ملکه شده. دقیقا. برامون دیگه من راحت دقیقاً. ولی امکان داره یه دونه آیتم رو مثلا پیازه رو نخریدیم خانم دعوامون کرده باعث بشه یه آیتم رو یادمون بره. بله دقیقاً همینطوره. چه من شد منم یه خاطره کوچولو تعریف کنم همینجا. بله در خدمتم. داشتم تو لایف حالا آب میل کنید تو لانگ فاینال داشتم پرواز شب کپ بودم، داشتم برمیگشتم 3 شب بود خسته تو اصفهان داشتیم میشستیم. آقای سراج جام سنگ سراج الان دارن پرواز بکنن، کابین عقب من بود، بعد اومد و داشتیم تو فاینال چکلیست رو میخوند، رسید به لندینگی رو اینا، لندینگی رو زدیم به فلپ که رسید یه سوال پرسید
منم بله جوابشو دادم و بعد دیگه ما بقیه کارایش رو نزدیک شدیم دیگه شور فاینال. من دیگه داشتم میومدم نگاه میکردم این هواپیما چرا با 180 تا سرعت 14 یونیت مثلا 15 یونیت بین 15 ما گفتم با 15 یونیت باید بگیرم. من با 180 نا تاش کردم اون شب نوفلپ درسته که میدونی نوفلپ بهش امرجنسی امرجنسیه توی شب 180 تا باور کنید چون یکم سنگینم بودیم تاش کردم. بعد که نشستم ته باند دیگه با بدبختی هواپیما رو نگه داشتم بعد یهو فهمیدم که اومدم فلپ رو جمع کنم ته باند که برگردیم و اینا یادم ای من که فلپ نداشتم چجوری نو فلپ اومدم داد و بیداد سر این. ولی به خاطر اینکه حس میکنم ملکه شده واقعا امکان داشت سانحه به وجود بیاد برای ما که اومدم تو شیلتر فیوز پلاگ عمل کرد و پنچر شد. پنچر شد. بله بله این آقایونی که این برنامه سوانه هواپیما رو دنبال میکنن توی تلویزیون احتمالا یادشون هست که 727 یونایتد ایرلاینز دو تا خلبان بسیار با تجربه یادشون میره فلپ رو بزنن پایین و بدون فلپ تیکاف میکنن و در همون باند پروازی میخورن زمین و سانحه با به اصطلاح کشته فراوون میره. اینه که احتمالش هست، احتمالش هست که فراموش بشه. بله بسیار عالی. خب ما گوش میکنیم خب. بفهمید خاطر دیگه یه خواهش کنم یه خاطره دیگه هست. ببینید این جنگی که ما گذروندیم 8 سال طول کشید و این 8 سال تقریبا یه چیزی در دنیا نامتعارفه. اگر مثلا جنگ ویتنام رو استثناء بکنی در میان بقیه جنگ‌های دنیا نامتعارفه. جنگ 8 ساله خیلی طولانیه و خب دیگه شد یه چیز عادی، یه چیز زندگی برامون شد. ولی همه این بزن و بکوب و نمیدونم درگیری و اینا نبود، خیلی اتفاقای دیگه میافتاد که کمتر از درگیری نبود برای روح و روان خلبان و اون نفراتی که درگیر پرواز بودن، کمتر از درگیری و به اصطلاح جنگیدن نبود. یه شب هوا خیلی خراب بود، اصفهان، من اصفهان بودم و با جناب محمد حیدری زاده از بچه های بسیار خوب F14 هم پرواز بودم و هوا خوب نبود، هوا خراب بود، زمستون برف و بارون بود و اینا. ما از زمین بلند شدیم و خیلی عادی رفتیم منطقه، سر راه بنزین گرفتیم رفتیم منطقه، یکی دو دورم توی منطقه بنزین گرفتیم و گشت منطقه رو انجام دادیم تا آخرین مرحله گشتمون که بود راداری که در اختیارش بودیم که اگه اشتباه نکنم رادار ماهشهر بود به ما گفت که از اصفهان دستور دادن با بنزین بیشتری برگردین اصفهان. من یه لحظه جا خوردم. معمولا این قبیل پیام ها رو به این راحتی ها نمیفرستن، یعنی معمولا تو عملیات همیشه با تجربه ترین آدم های هر پایگاهی تو عملیات اون پایگاه هستن و بی خودی خلبان رو حساس نمی کنن. خلبانی که رو حواست بی خودی اذیتش نمی کنن، حساسش نمی کنن. اساسا موضوع مهمی هست که به ما اطلاع دادن و از ما خواستن که با سوخت بیشتری برگردیم پایگاه. خلاصه با بچه های خوب سوختستانمون هم هماهنگ کردیم و یه دفعه دیگه اضافه رفتیم زیر تانکر رو سوخت گرفتیم و برگشتیم به سمت اصفهان. نزدیکای اصفهان حدود 80-70 مایلی اصفهان اولین علامت بد از راه رسید و اون قطرات بارونی بود که من روی شیشه و روی کاناپی می‌دیدم. شروع کرد به اصطلاح بارون، سرعتم که زیاده، خودت پرواز کردی می‌دونی دیگه سرعت که زیاده بارون به جایی که بره پایین برمیگرده عقب، برمیگرده بالا. حالا اینجا یه لحظه من این صحبت رو قطع کنم و درباره یه کلمه انگلیسی که فارسی خوب ترجمه نشده، خوب توضیح داده نشده و اون کلمه ورتیگو هست. خیلی ها کلمه ورتیگو رو شنیدن و معمولا هم توی فارسی ترجمهش میکنن به سرگیجه، اما این سرگیجه اون سرگیجه نیست که مردم به طور عادی میشناسن.
ورتیگو یه سرگیجه مصنوعی هست که کاری به خود به اصطلاح فیزیک بدن نداره، یعنی جایی تو بدن مریض نیست، جایی تو بدن عیبی نداره. شما یا اون نفری که دچار ورتیگو میشه، در صورتی که یکی از حواس اصلی بدن مثل بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی رو از دست بره یا کم بشه، این به نوعی دچار ورتیگو میشه، دچار گیجی میشه، دچار گم کردن موقعیت مکانی میشه. و معمولا این یکی از خطرناک‌ترین حالتایی هست که ممکنه برای خلبان پیش بیاد. معمولا شب و بیشتر وقتا توی ابر این اتفاق میفته که افق نداشته، که خلبان بله افق نداره و موقعیت زمانی و مکانیشو از دست میده. و یه چیز خیلی جالب برای اون آقایانی که و خانمایی که پرواز نکردن بگم، هیچ خلبانی ورتیگو رو قبول نداره. عجیب اینجاست که همه خلبان ها فکر میکنن نفر بغل دستی ورتیگو میشه. من هیچ وقت ورتیگو نمیشم، من هیچ وقت این بلا سرم نمیاد. و معمولا کسی باور نمیکنه که یه اتفاق براش افتاده. ما وقتی وارد ابر شدیم اون روز شب بود دیگه تقریبا، وقتی وارد ابر شدیم به طرف اصفهان داریم میایم، باد و بارون و رعد و برق و خیلی شدید بود. من به محمد حیدریزاده گفتم که فوراً توی رادار پالس نگاه کن ببین سیوی هم جلومون میبینی یا نه. سیوی ابرای بارانزا و توفانزای خیلی بد هست که تنها خوبی که داره، یعنی تنها چیز مفیدی که داره اینه که هسته هاشون اون قسمت های زخیمشون توی رادار پیداست و خلبان اگر رادار خوب داشته باشه و رادارمن خوب داشته باشه میتونه متوجه بشه که جلوش ابر سیوی توفانزا هست. و ابر سیوی ابری هست که اون ابرای سیاهی هست که سیاه رنگی که معمولا میبینیم توی آسمون لابلای ابرای دیگه، و تمام پدیده های هواشناسی مثل رعد و برق، تگرگ، هر اتفاق، یخبندان، تاندرستوم، هر اتفاقی توی ابر سیوی میفته. من از محمد حیدریزاده خواستم که گفت که آره تعدادی چند تا بچهای سیوی جلومون هست و به من سبت راهنمایی کرد که بگرد به راست بگرد به چپ اونجوری اونجوری، از لابلای این سیوی ها من رد کرد که از توشون رد نشیم، احتمالا با تگرگ و رد و برق و اینا روبرو بشیم. و اومدیم سمت اصفهان، با اصفهان تماس گرفتیم و با تقرب اصفهان و گفتیم که آره ما داریم میام برای نشستن و هوا خیلی بده. اونم گفت آره اصفهان هم هوا بارندگی بسیار شدیده و شما با احتیاط کامل بیان. چند دقیقه که گذشت یه دفعه حیدریزاده به من گفت چرا داری میگردی؟ هنوز که اصفهان سمت ما نرده که. گفتم من نمیگردم که، من فقط یه ذره هواپیما رو تصحیح کردم. و ای بابا 80 درجه چرخیدی، الانم تو 60 درجه گردش به راست هستی. هر قدم فرید فوراً فهمیدم که درتی گوشده. حالا خلبان باید ببین، اولین اگه یادتون باشه اولین جمله یک کتاب اینسترومنت، کتاب آلات دقیق که میخونیم، Trust your instrument یعنی vertigo is real, believe it and trust your instrument. vertigo واقعیه، باورش کنید و به آلات دقیقتون اطمینان کنید. که اطمینان نمی کنیم. خب این معمولا هم اطمینان نمی کنیم و بیشتر سالها هم بگیم آقا من که اسم میکنم الان آقای دکتر بابک الان توی لایف هستن، دکتر بابک آلاغا که دکترای سلام عرض میکنم خدمتتون، بله بله چی میگن فیزیولوژی هوایی دارن. میگم سربار اون تو چرخ چیزای چرخ گردونه که میشیم، میگه کدوم ور میچرخه، میگه این ور، بعد چی وای میسه، میگه حالا کدوم ور میشه. بفهمید ببخشید. دقیقاً سلام عرض میکنم خدمت جناب آلاغا و واقعا ایشون مایه افتخار همه ما همدورهای روانشناس هاشم آلاغا هستن. در هر صورت فورا تصمیم گرفتم که به آلات دقیقه هم امتحان کنم و اولین آلات دقیقه من محمد حیدریزاده بود. چرا؟ چون متوجه شده بود که من ورتیگو هستم. در نتیجه من به حرفش گوش دادم، گفتم حالا بگردم کدوم و گردش رو به من داد، حالا بگرد به چپ و هواپیما رو صاف کردیم. به هر صورت هواپیما که صاف شد سعی کردم با دقت بیشتری پرواز کنم و بلافاصله بهش گفتم که من از
هر موقع حس کردی من بیشتر از 10-15 درجه چرخیدم، حتما به من بگو که داری میچرخی. بسیار. اومدیم با تقرب اصفهان تماس گرفتیم و اومدیم پایین و وارد فاینال اصفهان شدیم. و در اواخر فاینال چنان برف و بارون و تگرگی گرفته بود منطقه رو که واقعا بانده نمیدیدم. هر کاری کردم بانده ندیدم. تا حدود شاید 150 پایی 100 پایی کمتر بیشتر اومدم پایین ندیدم و مجبور شدم گوارم کنم چون نمیدونستم کجا هستم، اصلا کجا دارم میشینم. گوارم کردیم و رفتیم دو مرتبه به برج، به برج گفتیم که آره ما نتونستیم بشینیم و میریم ارتفاع بالا. و اونم به من گفت که درخواست پیار نکردین؟ درخواست پیار نکردین؟ اجازه بده اجازه بده. اونم ارتفاع به ما داد که برین ارتفاع 23000 فوت یه تکن دیگه شروع کنید بعد بیاد پایین، با تکن بیاد پایین، بعدم در فاینال بهتون جی سی ام میدیم. ما اومدیم تا ارتفاع 24500 فوت هنوز توی ابر بودیم. مجبور شدیم به تقرب اصفهان گفتیم، به برج اصفهان و تقرب اصفهان گفتیم که ما چیکار بودیم برای 22000 فوت ولی الان تا 25000 فوت اومدیم و هنوز توی ابریم و هیچ جا رو نمی‌بینیم. و اولا از بابت ترافیک خیالتون راحت باشه، در تمام ایران من دو تا دونه ترافیک دادم، اونم 100 مایل با شما فاصله دارم، تو این هوا هیچ کس پرواز نمی‌کنه. و از عملیات اصفهان دستور دادن که شما برید آلترنیت. گفتیم که خب حالا خوب شد، حالا بعدم خلاصه شد که قبلش به ما افطار دادن که بنزین سوخت بیشتری بگیریم. شیراز بود آلترنیت؟ بله آلترنیت اصفهان، خب شیراز دیگه. رفتنیم برای شیراز. اومدیم شیراز رو تماس گرفتیم. هنوزم اگر اشتباه نکنم 70 مایلی شیراز یه نقطه هست به اسم کاوک یا کاوت. کاوک. کاوک. کجا وارد شین؟ از کجا وارد شین؟ از کجا؟ از اصفهان کاوک. اصلا اصفهان که نیان کاوک. اول از اصفهان جسیپ این بر کاوک. آره. بعد از 30 خورده سال هنوز یادم. ماشاءالله. منطقه نقطه کاوک که رسیدیم یه نقطه فرضی است، برای اونا که نمیدونن یه نقطه فرضی است در اطراف هر پایگاهی هر ایستگاهی یه تعداد نقطه فرضی مشخص کردن برای راحت تر شدن موقعیت شناسی هواپیما و زمین که بتونن راحت بدونن هواپیما کجاست. ما گزارش کردیم و به ما اجازه داد که ما دیسنت کنیم. ما رو خودش ریار وکتور داد به سمت پایین و قرار شد که در فاینال هم جی سی اف بشینیم. جی سی اف نوعی نشستن هست که گراند کنترلر زمینی ارتفاع و سمت تا لحظه آخر نشستن، تا لحظه که چرخ بخوره زمین، ارتفاع و سمت میره به خلبان، بگرد به راست، بگرد به چپ، بگرد این و بگرد اون و بالا پایین تا بیارتش پایین. یعنی مطمئنن توی ابر باشی و هیچ جوری نبینی، راحت با جی سی اف میتونی بیای پایین. ما رو از روی کوه رد کردن و اومدیم پایین و نزدیک به اصطلاح فاینال که رسیدیم، دو مرتبه همون پیام اصفهان این دفعه از عملیات شیراز برامون تکرار شد. منتها به این صورت که از عملیات میگن که تا مینیموم بیاین پایین، ولی اگر مینیموم رسیدین و باند رو ندیدین برین آلترنیت. ما تازه اومدیم آلترنیت اصفهان، از شیراز بریم کجا؟ هوای بوشهر رو بریم. ما هوای بوشهر رو دادن بدتر از شیراز. هر جا خلاصی آلترنیت چیز مینیموم جی سی هم که خبر داری 100 پایی. تا 100 پایی اومدیم، شاید من اون شب تا 80 پایی مثلا در 200 پا ندیدیم بازم دفتم. یعنی واقعا ندیدم بازم، واقعا ندیدم. چنان مهقلیز بود، چنان وحشتناک و غلیظ بود که واقعا ندیدیم. پاپیا هم نمیدیدید؟ یعنی حتی قرمز هم نمیدیدید؟ واقعا نمیدیدم. اگه میدیدم که مینشستم، مریض نبودم که. نه من منظورم اینه که دوستان بدونن که وقتی هوا زیر و زیروه یعنی چی. بله منظورم اینه واقعا. اگر من حتی یه به قول حیدریزاده حرف خوبی زد، اگه یه دونه کبریت روشنم ما دیده بودیم مینشستیم، ولی واقعا ندیدیم و جرأت نکردم بشینم. بله خلاصه دو مرتبه با دلخوری موتور دادم و رفتیم بالا. خب خودم هم شیرازی هستم دیگه، ولی اون موقع اصفهان زندگی میکردم. از روی شهرم که رد میشدم میدونستم الان روی شهر شیراز هستم، الان خونمون مثلا کجا، ولی خب
نتونست بودم بشینم دیگه، را افتادیم. دو مرتبه اومدیم بالا و دیدیم هیچ راهی نیست، دو مرتبه باید برگردیم اصفهان، شاید این دفعه خدا کرد اصفهان تونستیم بشین. برگشتیم اصفهان، خلاصه دو مرتبه به رفیگو شدن، دو مرتبه به هدریزاده کمک کرد از رفیگو در اومدم، خلاصه خیلی اومدیم بالا پایین، رفتیم ارتفاع 25-6 هزار پا، از ابر اومدیم بیرون، مهتاب بود، ستاره ها بودن، خیلی عالی، اصلا شب قشنگی بود و یه مقداری به حالت ورتیگو رو از دست دادم و حالم خوب شد و دو مرتبه اومدیم پایین و اومدیم توی به اصطلاح با کانال اپروچ اصفهان، تقرب اصفهان، خیلی عالی ما رو آوردن پایین. یعنی اون شب واقعا یکی از شاهکارهای بچه های مراقبت پرواز، اونجا من به چشم دیدم، خیلی عالی ما رو آوردن پایین. ولی مرتب به ما اخطار میدادن که دو سه تا پچ مه داره روی فرودگاه رو میگیره و شما مواظب باشید تا مینیمم اگر ندیدین به این تهران ایجو کنید اونجا. خلاص خیلی اخطار به ما دادن، اومدیم پایین و نزدیکایش حالا دیگه دقیقا نمیدونم که بگم کجا بودیم. برای یه لحظه جالب اینجا بود که اینو یادم رفت بگم، جالب اینجا بود که من تو آینه روبروم که نگاه می‌کردم، دیدم محمد حیدری زاده اینجوری سر کشیده از بغل صندلی من، چه خواب نباشی، صندلی من داره اون جلو رو نگاه می‌کنه. می‌بینی؟ می‌بینی یا نه؟ می‌بینی یا نه؟ گفتم بابا داشت ببینم خوب ببینم. عزیزم خب داشت بان دنبال بان می‌گشتم کمک من. خلاصه اومدیم و گفتم ارادایی یه ذره میرم زیر مینیمم، ولی نرسیده به مینیمم برای یه لحظه چراغای وسیله که اصفهان دیدیم. باور کن زیباترین صحنه که تو تمام عمرم غیر از صبح تولد پسرم که پسرم رو دیدم، دومین صحنه زیبایی که توی عمرم دیدم این چراغای باند اصفهان اون شب. خلاصه حالا ماجرای اصلی اینجا اتفاق افتاد. اومدیم و دیگه خیالم راحت شد، چراغا رو دارم میبینم و اومدم برای نشستن، حس کردن یه مقداری بالا هستم، شروع کردن هواپیما رو درست کردن. حیدری زاده گفت که چه کار میکنی؟ میشینی یا نمیشینی؟ گفتم خب دیگه چاره ای ندارم، یا میشینم روی باند یا تو واتلاق کنار باند، بالاخره یکیش میشینم. باور کن رسیدیم روی خط اول باند، یه دفعه از سمت چپ چنان کراسلیند وحشتناکی هواپیما رو گرفت، چنان بادی از سمت چپ شاید 90 درجه کامل، چنان بادی هواپیما رو گرفت که هواپیما کاملا شروع کرد به راست گشتن و من خدا شاهده برای یه لحظه گفتم الان نوک بال راست بخوره زمین. یعنی هر لحظه انتظار داشتم نوک بال راست بخوره زمین، فقط شانس آوردیم چرخ راست به جای نوک بال راست خورد زمین، یعنی اتفاقون به اندازه کافی پایین بود، خورد زمین رو. یعنی کراسلیندن بهتون دادن یا ندادن کاروان؟ نه کراسلیندن داده بود، منتها ما انتظار نداشتیم اینقدر شدید باشه، انتظار نداشتیم اینقدر کراسلیند زیاد باشه. هواپیما رو چرخ راست خورد زمین، بلند شد رو چرخ چپ خورد زمین، دو متر رو چرخ راست، خلاصه مشتی اینجوری کجی کله شدیم تا بالاخره صاف نشستیم زمین. اگر بخوام با آنستی با چی میگن واقعا امانت داری بکنم، من اون شب خوب تردیدم ننشستم. یعنی واقعا بدترین نشستن تمام عمرم رو من اون شب انجام. عزیزم جدا نشستیم و رفتیم تای باند و بعد بالاخره یه نیم ساعتی هم رفتیم MC فرم هواپیما رو نوشتیم و کارا تمام شد و اومدیم پایین، سوار مینیبوس شدیم بریم خونه. نشسته بودم تو مینیبوس، داشتم از شیشه مینیبوس این دونه های بارون که میخورد رو شیشه مینیبوس نگاه میکردم، یه دفعه یادم افتاد یه حرفی به یه جمله‌ای که چند سال قبلش یه راننده یه تاکسی شیرازی به من گفته بود. تو شیراز چند سال قبلش موقع افتور بودم، سوار تاکسی شدم از پایگاه بیام شهر یا از شهر برم پایگاه. بعد همینجوری که صحبت کردیم لباس پرواز تنم بود،
سوال کرد راننده پیرمردی بود، سوال کرد که خب بابام چه کاره ای شیرازی ها به بچم یا فرزندم میگن بابام چه کاره ای کجا کار میکنی اینا، گفتم من خلبانم. یه دفعه برگشت سرد بود پای خودش، خب بابام نون رو زمین قطع بود که تو رو هوا رفتی دنبال نور که این هم استرس بکشی. درود بر شما، چقدر زیبا. اون موقع باور کن اون موقع یاد این حرفه افتادم و شروع کردم به خندیدن، چنان قهقهه زدم پدریزاده و راننده مینیبوس فکر میکردن از شدت استرس مثلا حواسم از دست دادم دیوونه شدم. خلاص نشستیم و رفتیم خونه. اینم از اون شبایی بود که شاید اگر اندازه یه درگیری جنگی استرس نداشت، ولی به هر صورت استرسش فوق‌العاده زیاد بود. ای جونم خستگی در کنی یه ذره. جناب انصاری میگن مجید جون، البته سمین مازندران به سلام رسون میگه مجید جون من چی نتونستم بخون رد شد. حالا آقای دکتر بابک علاقه من فکر کنم یه چیزی نوشته بودن جناب انصاری نتونستم ببینم، گفت مجید جون نه حالا به دوباره مینویسه. دکتر بابک علاقه عزیزم، خب من یه لحظه من ارادت دارم خدمت همشون. آها اینجاست آقای انصاری، میگه مجید جان به یاد روزی که با هم رفتیم ارسلان خادمی را در کاروان عوض کنیم یادتون. دکتر بابک آلاغا میگن سلام عمو جون، خاطره بسیار خوبی بود، همیشه شاد و سلامت باشین. این خاطره ورتیگو رو شنیدن آقای دکتر؟ بله خیلی ممنون. دوستان همه آقای عادل جدی ماشاءالله قهرمان ملی، آقای عرض کنم خدمت شما دکتر آرش عزیزم درود بر شما باشه، آقای مازندرانی میگن خسته نباشی آمو مجید آمو آم نو کردم چطوری با آم یک آقا من یه خاطره خوب شیراز میبلدی آم ما رفتیم یه بار من اومدم توی چیز شیراز رفتم پمپ بنزین، ما رفتیم بنزین بزنیم، آقای هیداریان هم میگن درود در شیرمرد دلاور، من رفتم بنزین بزنم بودم یه موتوری اومد من بخواستم بنزین بزنم، اینم این به یارو مثلا راهنمایی کنه و کارت سوخت و اینا بده و اینا، یا گفت که اقس چیز اقرزا سلام، اونم گفت علی آقا نوکرم، گفت چاکریم اقرزا، گفت ام خاک تو سرم، یکم گفت با ام خاک تو سرم، بعد هی اینا با هم دیگه تعارف کردن، من گفتم اینا دارن فوش به هم میدن خاک تو سرم، اون میگه خاک تو سرم، ام این حرفای چیه خاک تو سرم، بعد منم برگشتم گفتم آقا خاک تو سر من نه شما، بذار من بنزینمو بذارم، با ام نوکرم شما مهمونی این چه حرفیه خاک تو سرم. بعد یه رو گفت به من گفت گل بر سرت خاک چرا فلان اینا، من دم انگار با خودش مثل این کرمانشاهی که میگن خاک زیر پاتم چاکرتم شیرازی هم شیرازی خیلی کرمانشاهی سر... یه چیزایی یه جورایی هم خیلی لذت بردیم از حضور شما. من اینقدر که عشق دارم میبینم اینجا از تمام این بینندگان عزیزم که الان نزدیک 450 نفر دارن شما رو میدن، هر وقتم که میای ماشاءالله میترکونی هزار ماشاءالله باشه. خانم لیلا میگن شیرازی میگن آمو شیرازی رو مسخره نگین، لهجمون خیلی هم قشنگه، تهرونیان و تهرونیان والو والو. ببینه بخون این مال خانم لیلا رو بخون، آم شیرازی رو مسخره نگین، لهجمون خیلی قشنگتره تهرونیان والو والو بخدا ام والو ام چطوری باو. خب از به خدمت شما یه رنگ برای خانم روستایی انتخاب کنید. طبق معمول رنگ نارنجی. طبق معمول یه و آفرین. من ممنونم اینکه اینقدر شادی. این رنگ نارنجی تقدیم به خانم روستایی به خاطر تمام زحماتی که برای شما کشیدن. درود به خانم روستایی، امیدوارم که از شما راضی باشه، شما ازشون از شما راضی باشن، چلا که راضی هن دیگه، خیلی اذیت شدن تو جنگ در زمان پروازهای شما، چه استرس هایی واقعا بهشون وارد شده، به این شیرزن عزیزمون و همه شیرزن های قهرمان های ما. درود بر خانم روستایی، این رنگ ها برای شما از خانم روستایی. ببینید الان صفحه نارنجی شد کلن رسکیو. ایشون هم تشکر میکنم. یه رنگ برای خودتون انتخاب کنید. منم آبی. آبی.
اینم تقدیم میکنیم به حضور پرمهر شما دلاور قهرمان به خاطر رشادتایی که البته میگم ما که حدی نداریم، ما فقط داریم میگیم ممنونیم. قهرمان چند تا بچه دارین؟ دو تا پسر؟ پسرم علی بله و دخترم گلنار. درود بر شما. علی آقا چی کارن؟ مهندس عمران هستن. مهندسان. دختر خانومتون؟ فوق لیسانس الکترونیک با گرایش چی هست؟ نانو. ازا من الان قلبم وای میسه، همه تون ماشاءالله میگه چقدر خوبین شما واقعا به خدا. سر 10 ثانیه دیگه لایو ما تموم میشه، میریم برمیگردیم با شما، یه خداحافظی میکنیم و بعد بینیم سراغ مهمان بعدیمون. 1 2 3